همراهان عزیز درود بر شما به بخش دوم خبری امروز از کانال آوای ایران خوش آمدید. در این بسته خبری با دو عنوان خبری مهم در خدمت شما هستیم. مردم خشمگین در چند شهر های بنزین را به آتش کشیدند. حکومت به شدت وحشت کرده. رو شدن دست حاکمان فرید کار جمهوری اسلامی. تشییع جنازه نمایشی یک شهر را به هم ریخته. مردم خشمگین در چند شهر پمپ‌های بنزین را به آتش کشیدند. حکومت به شدت وحشت کرده. به دنبال یک حمله سایبری در ایران روز دوشنبه 18 دسامبر برابر با 27 آذر ماه بخش ای از پمپ‌های بنزین به صورت سراسری دچار اختلال شدند و از کار افتادند. به گفته جلیل سالاری معاون وزیر نفت جمهوری اسلامی اختلال در سیستم هوشمند پمپ‌های بنزین ایجاد شده بود به طوری که 60 درصد جایگاه‌های سوخت امکان استفاده از ها را نداشتند وی در یک گفتگوی تلفنی با صدا و سیمای جمهوری اسلامی توضیح داد در حال حاضر سوخترسانی رسانی در برخی جایگاه ها به صورت آفلاین انجام می شود و 6 تا 7 ساعت دیگر زمان لازم است تا همه جایگاه ها وارد مدار شوند. سالاری از مردم تقاضا کرد در شرایط غیر ضروری به جایگاه ها مراجعه نکنند. رضا نواز سخنگوی سنف جایگاه داران سوخت کشور اعلام کرد همکنون حدود 24 هزار نفر در سراسر کشور در تلاش هستند زمان بازگشت جایگاه های سوخت به حالت عادی را کوتاه کنند. به گزارش چند کانال تلگرامی مردم خشمگین در شهرهای گناوه، سراوان و سیرجان پمپهای بنزین را به آتش کشیدند و با نیروهای ضد شورش که قبلا در محل حاضر شده بودند درگیر شدند. صدا و سیما و خبرگزاری های حکومتی نیز به شدت از اوضاع پیش آمده وحشت کردند و سعی در آرام کردن مردم خشمگین دارند. با این حال شبکه خبر امروز ظهر در حالی که داشت از برخی جایگاه های سوخت و مصاحبه با مردم گزارش زنده پخش می کرد که مردم شروع کردن به اعتراض به دولت و حکومت و در نتیجه پخش زنده برنامه قطع شد.

ازضر برای چاپور تا بر اساس گزارش های رسیده مقابل برخی از جایگاه های سوخت در ایران صف طولانی از خودروها تشکیل شده است. سلام امروز هفتم آذرما پم بنزیین ها همشون به مشکل خوردن بعضی از پم بنزینا بازم که الان یکیشون اینجا هست یک صفحه من خودم نزدیک. چهل دقیقه هست تو این سفرم و تقریبا یک کیلومتر دیگه مونده که به اون بنزین فکر کنم یک دو ساعت اینجا باشم نمیدونم واقعا این چه مملکتیه واقعا نمیدونم شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایران در اطلاعیه ای این حمله سایبری را ناشی از توطئه معاندان برای تحت شعا قرار دادن رفاه و آسایش مردم دانست و اعلام کرد تا اطلاع ثانوی عرضه فراورده های نفتی در جایگاه های عرضه سوخت به صورت آفلاین انجام خواهد شد. مقام های وزارت نفت از وضع محدودیت عرضه بنزین برای خودروهای شخصی در پی حمله سایبری به پمپ بنزین ها خبر دادند. مدیر شرکت پخش فرآورده های نفتی منطقه ساری گفت امکان ارائه سوخت یارانه ای وجود ندارد و هر خودرو حداکثر تا چهل لیتر و با نرخ دوم یعنی سه هزار تومان میتواند تواند سوخت گیری کند. مدیر شرکت پخش فرآورده های نفتی منطقه ایلام نیز این محدودیت را تایید کرد. او گفت فعلا هر خودروی شخصی میتواند تواند چهل لیتر بنزین به صورت آزاد با قیمت سه هزار تومان استفاده کند. او افزود که خودروهای گازوئیلی هم 100 لیتر سهمیه دارند. مالک شریعتی عضو کمیسیون انرژی مجلس گفت که میزان گستردگی حمله سایبری اخیر به جایگاه های سوخت به اندازه شدت حمله دو سال پیش به این جایگاه ها بود است. شریعتی روز دوشنبه به خبرگزاری صدا و سیما گفت امروز هم مانند دو سال گذشته بیش از 60 درصد از جایگاه های سوخت کشور درگیر این حمله سایبری شدند. او افزود دشمن یک بار دیگر دشمنی خود را به مردم نشان داد و این بار هم خدمت رسانی به مردم و آرامش آنها را هدف قرار داد. پیشتر هادی بیگینژاد یک عضو دیگر کمیسیون انرژی مجلس نیز در واکنشی به حمله سایبری گسترده به پمپ بنزین ها در ایران گفته است دشمن به خوبی یاد گرفته است که برای این کار از چه کانالی ضربه بزند. او روز دوشنبه به دیدبان ایران گفت نفوذی هم دارند و به راحتی می توانند دست به چنین خرابکاری‌هایی بزنند. روزنامه اورشلیم پست در همین ارتباط گزارش داد که یک گروه هکری به نام گنجشک درنده مدعی شده که در یک حمله سایبری اکثر پمپ‌های بنزین ایران را از کار انداخته است. این گروه اعلام کردند خامنه ای همانطور که قبلا تذکر دادیم در مقابل تحریکات شرورانه تو در منطقه عکس عمل نشان خواهیم داد. این گروه در بیانیه ای تاکید کرده بازی با آتش هزینه دارد. یک ماه پیش به شما هشدار دادیم که بازگشته ایم و برای کارهای شما هزینه تحمیل خواهیم کرد. باید این را از سرورهای پمپ بنزین های آسیب دیده دریافت کرده باشید. این گروه هکری پیش از این مسئولیت حملات سایبری به صنایع فولاد و زوب آهن، سیستم راه آهن و همچنین جایگاه های سوخت را به عهده گرفته بود. گفته می شود آنها با اسرائیل در ارتباط هستند. روزنامه نیویورک تایمز قبلا به نقل از دو مقام دفاعی آمریکایی گزارش داده بود که گنجشک درنده یک گروه اسرائیلی است. جان کوست یک تحلیلگر ارشد در پلتفرم گوگل کلود میگوید گروه گنجشک درنده مطمئنا حرف برای گفتن دارد تحلیلگران معتقدند چیزی که گروه گنجشک درنده را برجسته می کند این است که با وجود محدودیت ها اما هر بار توانایی های بیشتری از خود نشان میدهند. هرچند مسئولان امنیت سایبری و پدافند غیرامر جمهوری اسلامی ادعا می کنند زیر ساخت های سوخت در ایران ایزوله است اما تجربه نشان داده در برابر این قبیل حملات بسیار آسیب پذیر هستند. بیژن اشتری تحلیلگر سیاسی در این باره نوشته موقعی که همه پمپ بنزین های یک کشور ناگهانی از کار میافتد یعنی این کشور مشکل امنیتی دارد و این مشکل هم خیلی جدی است. آن قدرتی که میتواند چون این کاری بکند قطعا توان هر کار دیگری هم دارد. قطع شبکه برق، خرابکاری و انفجار در پالایشگاه ها و واحدهای صنعتی قطع شبکه آبرسانی، اختلال در سیستم پدافندی کشور، قطع ارتباط بین سلسله مراتب فرماندهی قوای مسلح و موارد دیگر. این یعنی اینکه جمهوری اسلامی در یک بحران امنیتی شدید قرار دارد. نظامی که در محاصره کشورهای معاند و غیر دوست قرار دارد و به گفته که بالاترین مقام امنیتیش حداقل بیش از پنجاه کشور قدرتمند جهان دشمنش هستند و احتمالاً بقیه هم از اون نفرت دارند وضع امنیتیش هم بهتر از این نمی شود. حالا هی گروگان خارجی بگیرید، هی تنگه ببندید و پهباد و موشک صادر کنید و کل جهان را تهدید به نابودی کنید. کشوری که به گفته سرانش هیچ دوست واقعی در جهان ندارد و از امنیتش دستخوش مخاطره می شود. کشوری که خودش را در موقعیتی قرار داده که تقریبا کل جهان در آستانه ایجاد اطلافی بر علیه او هستند متاسفانه مجبور به تحمل چنین عدم امنیتی می شود. رو شدن دست حاکمان فریبکار جمهوری اسلامی تشیه جنازه نمایشی یک شهر را به هم ریخته چرخاندن تابوتهای خالی به عنوان شهید گمنام در مدارس چند شهر باعث اعتراض شدید مردم محلی شد تعداد زیادی از معلمان و والدین شهرستان زرقان خواستار لغو این مراسم نمایشی شدند که به روح و روان دانش آموزان آسیب میزند ماجد برساوش روزنامهنگار داخل ایران درباره این مراسم نمایشی مقاله تندی با تیتر تشییع جنازه یا تاراج جنازه خطاب به حکومت نوشت بیش از 34 سال از پایان جنگ ایران و عراق میگذرد و حکومت ایران هر سال تعدادی تابوت را در شهرهای مختلف به عنوان شهدای گمنام میچرخاند که اغلب این تابوت گردانی ها در زمانی انجام می شود که حکومت از نظر حیثیت عمومی و سرمایه اجتماعی نزد افکار عمومی در پایین سطح خود قرار دارد. اما چرا از عبارت تابوتگردانی به جای تشیه جنازه استفاده کردیم قبل از پاسخ به این سوال ببینیم شهید گمنام کیست یا چیست قاعدتا به کسی گفته می شود که در جنگ ایران و عراق اثری از پیکره او یافت نشده است و به عنوان مفقود اثر محسوب شده و پس از تبادل اسرای دو کشور از کشته شدن او در جنگ اطمینان حاصل شده است پس کاملا معلوم است چه تعداد خانواده در کدام استان و شهر یا روستای ایران از فرزند یا عضو خانواده خود که به جنگ اعزام شده بی اطلاع هستند و منتظر خبری از ایشانند و قطعا آمار آنها نزد بنیاد شهید معلوم است. حال اجازه بدهید با یک مثال ثابت کنیم آنچه به عنوان تشییع جنازه شهدای گمنام رسانه می شود یا تمام و کمال یک خیمه شب بازی است یا بهتر است نام تاراج جنازه به آن بدهیم نه تشییع جنازه چرا چون به عنوان مثال در استان کم جمعیت خراسان جنوبی که بیش از پانزده ساله که ابراهیم رئیسی نماینده مجلس خبرگان آن است و 26 آذر ماه 1402 برای چندمین بار طی این سالها شاهد برگزاری چنین مراسمی بود تنها حدود هفتاد شهید یا رزمنده مفقود الاثر داشته است اما تا به امروز بیش از 140 تابوت با ادعای جنازه شهید گمنام در این استان دفن شده است یعنی حدود دو برابر تعداد رزمندگان و شهدای مفقود آن همین وضعیت در مورد خراسان رضوی نیز صدق می کند و چند سال است آمار شهدای گمنام مدفون از شهدای مفقود الاثر آنجا پیشی گرفته است آیا همه چیز برایتان روشن شد یا توضیح دیگری هم لازم است حال سوال این است مگر این تابوت‌های بینام و نشان که به آن شهید گمنام می گویید، صاحب خانواده نیستند که به شکل سرریز روانه این استان شدند و مگر خانواده اینها و بستگانشان در سایر استانهای کشور منتظر دریافت پیکر عزیزان خود نیستند پس چرا شهدای گمنام را در استانهایی دفن می کنید که متعلق به آنجا نیستند اسم این کار تشییع جنازه است یا تاراج جنازه و لابد مردم ساده که در این مراسم شرکت می کنند هم خیال می کنند در حال بهرهمندی از فیوزات معنوی هستند مگر متولیان امر فردا قرار نیست پاسخگوی خانواده های منتظر در سایر استان های کشور باشند یا خیالتان از بابت داشتن شهید سرریز به تعداد کافی راحت است که هرگاه صدایی هم از جایی درآمد چند تابوت مجهول را در آنجا نیز خواهید گرداند و دفن می کنید تا دهان مردم بسته شود به هر حال سرهم کردن چند تابوت و نهایتا یک تکه استخان که کاری ندارد و شهید سرریز هم مثل برنج سرریز در ظرف پلوی مهمانی ها توسط میزبان مجددا توضیح خواهد شد و شاید به همین دلیل است که بنیاد شهید اصلا حاضر نیست مسئولیتی در قبال این تابوت گردانی شرم آور داشته باشد و صفر تا صد آن را بنیاد حفظ و نشر آثار دفاع مقدس بر عهده دارد و دروغ هم که از روش های مجاز اسلام در برابر دشمن محسوب می شود و به کارگیری آن در برابر مردم ایران که امروز دشمن این حکومت اسلامی هستند از اوجب واجبات است عزیزان همراه به پایان این بسته رسیدیم یادتون باشه دیدگاه شما در ارتباط با این اخبار یاری رسان و الهام بخش تیم تحریریه آوای ایرانه با نوشتن نظر خودتون در قسمت کامنت ها به زبان فارسی و انگلیسی و همچنین لایک کردن این ویدیو مهر خودتون را از ما دریغ نکنید و یاری رسان تیم خبری خودتون باشید شب خیر پاینده ایران